وحید اسلامی توپ رو به جریان میندازه، یک بار دیگه مجید صالح شوت منطقه‌ای و کسب اولین دو امتیاز. خب ملاحظه کردید محمد رضایی بازیکن تیم ملی جوانان، یکی از جوانان خوب سمه فولاد افتنوس به سرعت صالح تون شد و در مقابل ثمره نیکای بهرامی زیر سوال کسب امتیاز میکنه. یک بار دیگه محمد رضا فلاحت برای نیکای بهرامی، پاس برای بهنام یخچالی و اولین دو امتیاز صنایع پتروشیمی ماهشهر. ضد حمله برای تیم پتروشیمی بندر امام، حامد آفاق در این قسمت و در زیر سبد فولاد افتنماس موفق میشه که دو امتیاز به دست بیاره. محمد رضا مرادیان شوت راه دور به دست نمیاد، سه امتیازی. شاه‌سمن صاحب توپ شوت منطقه‌ایش رو انجام میده، حالا دو امتیاز برای تیم صنایع فولاد افتنماس به دست میاد. حالا علی علاوردی صاحب توپ است به عنوان پست یک تیم صنایع فولاد افتنماس، یار مستقیم خودش رو رد میکنه زیر حلقه، پاس برای محمد شاه‌سمن و دو امتیاز دیگه برای تیم فولاد به دست اومد. ثمر میخای بهرامی در مقابل خودش، امیر تارخانی یک توپ رو با یه خیلی زیبا رو انجام خودش هست و حلقه پتروشیمی بندر امام و یک لیاب زیبا، کسب دو امتیاز دیگه برای هفت الماس. محمد رضا فلاحت در مقابل خود علی علاوردی رو داره، از این بازیکن عبور میکنه. محمد رضا رضایی یک دفاع رو به اجرا میگذاره، حالا ثمر نیکخواه بهرامی از رضایی عبور میکنه، شوت منطقه‌ای و دو امتیاز برای تیم صنایع پتروشیمی به دست میاد. حالا علی علاوردی تنها 4 ثانیه فرصت داره که اقدام به حمله بکنه، توپشو حالا گل میکنه. حالا کسب دو امتیاز توسط محمد رضا رضایی برای تیم صنایع پتروش اصفهان میکنه، پتروشیمی بندر امام. حامد آفا سمنیکخواه توپ میخواد، توپ سمنیکخواه رسیده، محمد رضا رضایی این بازیکن رو دفاع میکنه، به راحتی در مقابل این بازیکن جوان اقدام به شوت منطقه‌ای میکنه. بهنام یخچالی، خود امیر امینی صاحب توپ است، سمنیکخواه بهرامی، محمد رضا رضایی در مقابل داره، میچرخه، اقدام به شوت و دو امتیاز حالا به دست میاره. مجید صالحی صاحب توپ پشت قوس سه امتیازی، اقدام به شوت راه دور میکنه بی نتیجه، تلاش میکنن بازیکنان تا صاحب توپ بشن و در یک رفت و برگشت امیر طاهرخانی در زیر سبد پتروشیمی بندر امام با یک حرکت زیبا دو امتیاز رو برای فولاد به دست میاره. امیر طاهرخانی تا اینجای کار خوب کار کرد، تا اینجای بازی تونسته که موفق باشه. یک بار دیگه طاهرخانی به سمت حلقه حرکت کرد، لیاپش بی نتیجه، ریباند میسم میرزایی، امیر امینی رو صاحب توپ کرد. حالا یک پاس زیر حلقه توسط نیکخواه بهرامی برای حامد آفاق که سالها تجربه بازی در کنار همدیگر رو دارند. محمد رضا فلاحت صاحب توپ هست، شوت راه دور رو از سمن نیکخواه بهرامی ملاحظه کردید. 23-18 پتروشیمی بندر امام از صنایع فولاد افتنماس پیش از رضا رنجبر صاحب توپ هست، اقدام به شوت منطقه‌ای میکنه. میسم میرزایی به خوبی ریباند میکنه، توپو در اختیار یخچالی قرار میده، سمن نیکخواه بهرامی نشون میده برای شوت، اما پاس میده برای محمد رضا فلاحت. یک بار دیگه ضد حمله با بهنام یخچالی برای پتروشیمی بندر امام، به زیبایی کسب دو امتیاز برای پتروشیمی بندر امام توسط یخچالی. علاوردی توپ رو دریافت میکنه، یک توپ رو با زیبا از بهنام یخچالی، حالا دو امتیاز بسیار عالی رو این جوان رعنا و شایسته بسکتبال جمهوری اسلامی ایران برای تیم پتروشیمی به دست میاره. 29-20 امتیازاتی هست که پتروشیمی بندر امام در مقابل صنایع فولاد افتنماس به دست آورده. مجید صالحی صاحب توپ، حالا شده راه دورش این بار در سبد پتروشیمی بندر امام میشینه و 3 امتیاز دیگه برای صنایع فولاد افتنماس به دست میاد. امیر طاهرخانی، محمد شاه‌سوند، حالا قواد دوری صاحب توپ هست، باز پاس زیبای شاه‌سوند، 2 امتیاز دیگه برای تیم صنایع فولاد افتنماس. یک بار دیگه پاس برای محسن محمدی بازیکن شوتیست تیم صنایع فولاد افتنماس، ملاحظه کردید به چه ترتیب محمد شاه‌سوند در زیر سبد توپ رو ریباند میکنه. در کوارتر سوم هنوز نتونست امتیازی رو کسب کنه. میسم میرزایی پاس به بیرون برای حامد آفاق، شوت راه دور، حالا اولین امتیاز و اولین 3 امتیازی کوارتر سوم برای تیم پتروشیمی بندر امام. اما یک بار دیگه محمد رضا مرادیان از زیر در زیر سبد پتروشیمی بندر امام باید آغازگر بازی باشه، توپو به محمد شاه‌سوند میده، شوت منطقه‌ای محمد شاه‌سوند 30 امتیاز رو برای صنایع فولاد افتنماس
ثبت میکنه و حامد آفاقی که در این سمت زمین شهاب ریحانی بود که این بلاک شات رو انجام داد، پاس برای حامد آفاقی که خالی هست، دفاعی رو نداره و سه امتیاز دیگه برای تیم پتروشیمی بندر امام به دست میاد. در یک رفت و برگشت و هندآف صاحب توپ شده، حامد آفاق مزاحمش است. حالا خود صالح به سمت حلقه حرکت میکنه و کسب دو امتیاز در زیر سبد پتروشیمی بندر امام. 6 ثانیه زمان حمله باقی مونده، سمت حلقه حرکت میکنه، اعلام خطا و حالا دو امتیاز به دست میاره. خطا به روی این بازیکن اعلام میشه، یک برتوب آزاد هم باید انجام بده. مسعید محمدی از حلقه تیم پتروشیمی بندر امام و کسب امتیاز توسط قواد دوری. 49-45 به سود پتروشیمی بندر امام. امیر طاهرخانی در زیر سبد یک لحظه شهاب ریحانی رو جا میگذاره، توپ در اختیار امیر طاهرخانی قرار میگیره، پاس برای محمد شاهسوان، شوت منطقه‌ای و دو امتیاز دیگه توسط این بازیکن به دست میاد. پتروشیمی بندر امام که به سمت حلقه حرکت میکنه، پاس بیرون برای محمد رضا اکبری. اکبری هم به خوبی از این فرصت استفاده میکنه و دو امتیاز دیگه به دست میاره. علی علاوردی، پاس برای سعید محمدی، شوت راه دور و این طرف هم سعید محمدی است که سه امتیاز برای صنایع فولاد هفت الماس به دست میاره. در یک رفت و برگشت محمد رضا فلاحت، این بار بهنام یخچالی نشون میده برای شوت. محمد رضا اکبری باز هم شوت راه دور. امیر طاهرخانی نمیتونه این بازیکن رو دفاع بکنه. علی علاوردی به سمت حلقه حرکت کرده، کسب امتیاز در مقابل یار مستقیم خودش یعنی شهاب ریحانی. فلاحت پاس برای حامد آفاقی بی نتیجه، اما امیر طاهرخانی که با یک ضد حمله و توپ ربایی دو امتیاز رو به دست میاره. محمد رضا فلاحتی که تا اینجای کار خوب کار کرده، میسن میرزایی شاهسوار در مقابل خودش داره، اما یک شوت هوک دو امتیاز رو برای این تیم در بر داره. امیر طاهرخانی به سرعت به سمت حلقه حرکت میکنه، یک لیاپ زیبا با سرعت خودش از زمین دفاعی به زمین حمله ببره، خودش به سمت حلقه حرکت میکنه. محمد یوسفند یک پاس زیر حلقه اقدام به شوت. امیر طاهرخانی به سمت حلقه حرکت میکنه، پاس به بیرون برای سعید محمدی. سعید محمدی از مدافع خودش عبور میکنه، شوت منطقه‌اش بی نتیجه. امیر طاهرخانی، باز هم محمد یوسفند. صنایع فولاد هفت الماس با علی الله وردی خودش حرکت میکنه به سمت سبد. حالا شوت راه دور از سعید محمدی، سه امتیاز حساس و دیدنی رو این بازیکن برای تیمش به دست میاره. 69-64، 1:43 توپ در اختیار بهنام یخچالی برای حامد آفاق، اقدام به شوت راه دور. این بار هم حامد آفاق موفق عمل میکنه. پتروشیمی بندر امام با بهنام یخچالی که حالا به زمین هفت الماس اومده، یک بلاک شات زیبا رو ملاحظه کردن از امیر طاهرخانی و اما این بار توپ ربایی از بهنام یخچالی، شوت راه دور از رضا عامل خبازان. خب ملاحظه کردید که به چه ترتیب توپ وارد سبد شد. یه دفاع منطقی میتونه برای فولاد هفت الماس به منزله وقت اضافه و اوورتایم باشه، اما کسب دو امتیاز توسط حامد آفاق و در این لحظه سوت پایان بازی با نتیجه 75-73 به سود پتروشیمی بندر امام به صدا در میاد.